احتمالا خیلی آمون این حس تجربه کردیم که شب میخوابیم و صبح بیدار میشیم و میبینیم دوستامون یا اونایی که بهشون علاقه داریم دیگه نمیخوان تو زندگیمون باشن یا با همون حرف بزنن اونجاست که در به در دنبال دلیل میگردیم خودمون رو مقصر میدونیم و دنبال یه سری نشونه هاییم که خودمون رو گول بزنیم که همه چیز درست میشه از اونایی که ترکمون کردن دلیل میخوام که معمولاً هم به جواب خانه کننده ای نمیرسیم افسرده و تنها میشیم تو زندگیمون احساس خلع میکنیم و ممکنه دست به رابطه با هر کسی هم بعدش بزنیم در نهایت هم ممکنه بعد از کلی تلاش کردن و به جواب نرسیدن اون حس علاقه به تنفر تبدیل بشه و ما به فکر انتقام بیفتیم اگر شانس بیاریم و البته قوی باشیم این بازی زمانی عذاب دهنده رو گرچه با کلی درد و ناراحتی ولی به خوبی میگذرونیم و کار احمقانه ای نمی کنیم که بعدا بخوایم پشیمون بشیم بعضی وقتها هم پیگیر ماجرا میشیم که برای آروم کردن خودمون ممکنه دست به انجام هر کاری بزنیم تو این شرایط خیلی سخته که در کنیم تنها راه نجات ما گذر زمانه مارتین مکدونا نویسنده و کارگردان خلاق ایرلندی تو زمانی که فیلم ها با بودجه 200 میلیونی خودشون چیزی جز فاجعه نیستند، تونسته با 20 میلیون دلار بودجه تمام این مراحلی رو که گفتم به خوبی به تصویر بکشه مکدونه از این مدیوم استفاده میکنه تا در طول فیلم ذات آدم ها رو نشونه بگیره از جاودانگی و فنا بگه و اینکه وجود یا عدم وجود ما تاثیر روی جهان داره یا نه اسم فیلم هم خودش داره بهمون به میگه با چی سر و کار داریم چون که در داستان اساتیر ایرلندی بانشی روح زنی افسانه‌ایه که از یه دنیای دیگه طالع مرگ کسی رو فریاد میزنه و این فیلم هم درباره فقدان و از دست دادن هاست تو ادامه ویدیو شاهکار مکدونا رو با هم نقد و تحلیل میکنیم که طبیعتا دارای اسپویل پس اگر این فیلم رو ندیدین اول اونو تماشا کنید و بعد ادامه این ویدیو رو ببینید با من همراه باشید سال 1923 فیلم با نمای وایدی از روستای زیبای اینیشرین شروع میشه روستایی که در بوهبوه جنگ داخلی ایرلند انگار خبری توش نیست و حتی مردمش نمیدونن کیا دارن با هم میجنگن این مسئله رو مکدونالد چند بار تو دیالوگ های کرکترها گنجونده این که از مسائل جنگ بیخبرند و برای هر دو طرف آرزوی موفقیت میکنه در طول فیلم کارگردان سعی میکنه از پدیده های طبیعی برای انتقال حس استفاده کنه و حتی بعضی مسائل رو با استفاده از حیوانات و رفتاراشون بیشتر موشکافی کافی میکنه برای مثال وقتی که پادریک میفهمه دوستش کالم دیگه نمیخواد باش در ارتباط باشه مکدونا دوتا کلاق رو به تصویر میکشه که یکی به یکیشون حمله میکنه و جایی که کالم دلیل رفتارش بالاخره به پادریک توضیح میده و به نظر میرسه که همه چیز آروم شده مکدونا سری دوتا بز رو در کمال آرامش به تصویر میکشه رنگ غالب فیلم هم سرده که طبیعیه چون که فیلم درباره غم و اندوه و تنهاییه شاید به نظر نرسه ولی لباس ها نقش مهمی و تو توصیف ویژگی های کرکترها دارن تو اولین نگاه به پادریک میبینیم که اون یه لباس ساده ولی مرتب پوشیده پس میفهمه که پادریک احتمالا شخصیت ساده داره تو اولین نگاه به کالم اون لباس و اون نحوه سیگار کشیدن به همون میگه که احتمالا کالم یه شخصیت مغرور و خودخواهه برش با خواهر پادریگ یعنی شوبان آشنا میشیم و میبینیم برخلاف بقیه لباس رنگی میپوشه پس متوجه میشیم که روحیه شوبان با روحیه بقیه اهالی روستا متفاوت با بررسی لباس دامینیک هم متوجه شلختگی و پارگی لباسش میشیم و مکدونا خیلی زیبا و بدون استفاده از دیالوگ اینجوری شخصیت هاشو داره به بیننده معرفی میکنه خیلی مهمه که شما به عنوان یک کارگردان بتونید بدون استفاده از دیالوگ شرایط رو توصیف کنید تو اولین نگاه به پادریک میبینیم که یه لبخند رو صورتشه و پشت سرش هم رنگین کمونه پس ما توجه میشیم که تا اون لحظه همه چیز بر وفق مراد پادریک بوده ولی اون لحظه ای که تو ابتدای ویدیو گفتم فرا میرسه و دوستش که تا دیروز باهاش میگفت و میخندیده یه یهو تغییر میکنه و دیگه نمیخواد باهاش حرف بزنه این شرایط اونقدری عجیب هست که به خودت شک کنی و خودت رو مقصر بدونی و حتی اگر کاری هم نکرده باشی از طرف مقابل عذرخواهی کنی ولی اکثرا تو این مواقع ما یه جمله مشابه میشنویم تو کاری نکردی مشکل از منه من تغییر کردم ولی مگه ما با این چیزا راضی میشیم فیلم از شخصیتاش اطلاعات بیشتری نسبت به چیزی که خودمون داریم میبینیم به ما نمیده چون که میخواد بگه گذشته هر هم که شیرین و پر از رنگین کمان بوده گذشته و الان مهمه ما نیازی نداریم که از گذشته و روابط پادریک و کالم چیزی رو به عنوان فلش ببینیم چون که میزان دوستی و علاقه شون کاملا مشخصه چجوری خب جواب این سال تو رفتارهای پادریک نفته شده اون تسلیم نمیشه دنبال جواب میره و دنبال بهونه ایه که به خودش امید بده که همه چیز به حالت عادی برمیگرده دقیقا مثل همون لحظه ای که میبینه روزی که همه این ماجراها شروع شده یکی آویل بوده و همه این ماجراها رو به دروغ آویل نسبت میده وابستگی پادریک به کالم کاملا مشخصه وقتی که شوبان که به نظر میرسه تنها کرکتر منطقی و آگاه ماست از پادریک درباره تنهایی میپرسه اون با لحن مسخره جوابشو میده چون که پادریگ ایده ای از تنهایی نداره و نمیتونه خودش رو اونجوری تصور کنه و زندگی همیشه چیزی که انتظارشو نداری و ازش میترسی سرت میاره تا تو رو امتحان کنه شوبان برخلاف اکثر مردم اون روستا که فقط پی وقت گذرونی و کارهای روزمره خودشونن اهل کتاب خوندنه و از چیزی رنج میبره و اونم چیزی نیست جز تنهایی اون خودش رو بین آدم بیمنطق و احمق میبینه که نمیتونن درکش کنن خب طبیعتا هم دوستان را یه راهی رو پیدا کنه تا از این شرایط فرار کنه که در ادامه هم میبینیم بهش میرسه دوربین تو اکثر مواقعی که دو نفر دارن با هم یه حرف جدی مهم یا احساسی میزنن فقط گوینده رو نشون میده یا اگر هم دو نفر رو توی قاب نشون بده یکیشون رو با فوکس روی شخص گوینده محو میکنه تا بگه تو همین لحظه هم اونا تنها هستن و دارن با این مشکل دست و پنجه نرم میکنن در حالی که پازریک به خاطر رفتارهای کالم حالش بده کالم داره تو میخونه ویالون میزنه و به نظر اوقات خوشی رو داره و پادریک هم از سر ناچاری و تنهایی مجبور با یکی درد دل کنه و اونم کسی نیست جز دامینیک ولی پادریک درکه از شخصیت رفتارا و حرفهای دامینیک نداره چون که تمام فکر و ذکرش پیش کالمه پادریک حق داره که دلیل رفتارهای کالم رو بدونه و بالاخره هم با این حقیقت تلخ رو, رو میشه و کالم دلیلش رو بهش میگه و اینجاست که مکدونا از دل موضوع تنهایی و دوستی یه موضوع دیگر رو بیرون میکشه و اونم میراثی که انسان از خودش تو این جهان به جا میذاره کالم تو اواخر زندگیش به این فکر افتاده که دوستی با پادریک فقط وقتش رو تلف میکنه و چیزی از خودش نداره که تو این جهان به یادگار بذاره و مردم ازش یاد کنن و اون تو تاریخ محو میشه اینجاست که آدم توی دوراهی گیر میکنه اینکه صرفا یه آدم خوب و ساده بودن به کسی آسیب نرسوندن و با دیگران اوقات خوبی رو سپری کردن کافیه یا اینکه باید یه کار بزرگ انجام بدی که تو تاریخ بمونه و عزت یاد بشه از این به بعد فیلم تقابل این دوتا عقیده است کالم در ظاهر تغییر کرده ولی اصلا به احساسات پاتریک هیچ اهمیتی نداره چون که قضیه رو یه طرفه تموم کرده وقتی که شوبان به کالم میگه نمیتونی یه همینجوری با یکی دوست نباشی کالم میگه Why can't I? تو صحبت های کالم با کشیش متوجه میشیم که اون از ناامیدی رنج میبرده و انگار حالا با این کارها یه مرهم زودگذر پیدا کرده شاید اینکه اون از میراس و جاودانگی حرف میزنه فقط یه بهونه باشه که از ناامیدی در بیاد و ما این مسئله رو با گذر زمان متوجه میشیم وقتی تو باطلاق تنهایی گیر کردی و دوست تو رو رها کرده هرچی بیشتر دست و پا بزنی بیشتر فرو میری و کارهایی رو انجام میدی و حرفهایی رو میزنی که بیشتر به ضررت تموم میشن به هر کسی یا چیزی رو میزنی و ازشون کمک میخوای که مداخله کند و همین کارها باعث رفتارهای شدیدتر طرف مقابل میشه و کالم پادریک رو تهدید میکنه که اگر دوباره باش حرف بزنه انگشتش رو قطع میکنه در ابتدا به نظر میرسه که این تصمیم خیلی غیر منطقی و احمقانه باشه و شاید ضعف فیلمنامه به شمار بره ولی یادمون باشه که مکدونا استاد نوشتن کمدی های تاریکه و دقیقا اونجایی که نباید بخندیم با شوخی ها و دلایل عجیب خودش با یک زبان تنز از رفتار انسان ها انتقاد میکنه تو ادامه ویدیو دلیل تهدید کالم رو بررسی میکنیم بعضی وقتا وسط مسیر اتفاقات رخ میده که ما رو به آینده امیدوار میکنه پدر دامینیک یه پلیس بی و نالایقه که انگار فقط کشت و کشتار میتونه آرومش کنه که البته دور از ذهنم نیست وقتی که مردم روستا اینقدر بیخیال و ناآگاه باشن باید پلیسشون هم همچین فردی باشه و صد البته که اون یک پدر بده و از همچین پدری هم بیشتر از این انتظار نمیره که پسر ایاش و رومخی مثل دامینیک داشته باشه وقتی که پادریک رفتار ازش پلیس رو سر خودش در میاره اون پلیس بهش بر و به خاطر قدرتی که داره پادریک رو میزنه و قلدربازی در میاره اینجا کالم میرسه و به پادریک کمک میکنه بلندش میکنه و اونو تا یه جایی میرسونه اینجاست که دوباره امید واهی تو وجود پادریک شکل میگیره ولی ذهی خیال باطل چون که سرنوش همیشه پرقدرت تر از قبل برمیگرده تا به ضربه بزنه دیدن صحنه ای که کالم داره با کسی صحبت میکنه و میخنده که پادریک رو کتک زده به علاوه یکم چاشنی مستی باعث میشه که یکی از بهترین سکانس های این فیلم خلق بشه بعضی وقتا آدم تو فشار و عصبانیت بهتر میتونه حرف دلش رو بیان کنه برای پادریک خوب و ساده بودن و با اطرافیان اوقات خوشی رو داشتن مهمترین چیزه ولی این چیزا انگار کالم رو راضی نمیکنه و اون دنبال جاودانگیه ولی اینجاست که میفهمیم اون بیشتر یه احمق و داره ادعا میکنه چون که ساده ترین اطلاعات رو درباره قرنی که موزارت تو زندگی میکرده رو نداره و شوبان به عنوان آگاه جمع تذکر میده It was the 18th anyway. Mozart, not 17th. یکی دیگه از دلایلی که میفهمیم کالم احمقه اینه که اون تو ساده ترین اصل زندگی پادریک مونده ولی دم از جاودانگی میزنه اون حتی نمیتونه با اطرافیان خودش درست رفتار کنه پس چجوری انتظار داری که جاودان بشه کالم به این دلیل پازریک رو ترک کرد که فکر میکرد وقتش رو تلف میکنه ولی متوجه نمیشه که تیکه گم پازلش دقیقا چیزی که پازریک بهش اعتقاد داره و اونم اینه که اول تو باید با دوستان اطرافیان و مردم خوب رفتار کنی تا به آرامش برسی و بعد جاودانه بشی چطور میشه به مردم احترام نگذاشت و ازشون انتظار داشت که تو رو به یاد بیاره پادریک تو موزه ضعف قرار داره و بازم نمیتونه تحمل کنه و میره سراغ کالم و به خاطر حرفاش از کالم از خواهی میکنه و جوابش هم چیزی نیست جز عملی شدن تهدید کالم و انگشت بریدش بعد از این ماجرا و به خاطر شوکی که ایجاد کرده فیلم کم از تب و طب میفته و همه چیز عادی پیش میره جز اینکه پادریک سعی میکنه برای خالی کردن خودش کارهایی رو انجام بده که از شخصیتش به دوره مکدونالد سعی میکنه که همه جنبه ها و دلایل رفتارهای آدمی تو این شرایط رو بررسی کنه و به همین دلیل که شخصیتی به نام دامینیک رو به وجود آورده تو این مواقع آدم ها دنبال بهونه یعنی که دوباره به طرف مقابل نزدیک بشن به همین دلیل که از پیشنهادهای احمقانه و عجولانه ای که اونا رو برای نزدیک شدن به طرف مقابل تحریک میکنه استقبال میکنن بدون اینکه به عواقبش فکر کنن بنابراین پادریگ پیشنهاد دامینیک رو به پیشنهاد منطقی خواهرش ترجیح میده و برخلاف خواهش خواهرش بازم سراغ کالم میره و این بار اتفاقی میفته که کلا همه چیز رو نابود میکنه کالم چهار انگشت باقی مونده رو قطع میکنه و همش رو میندازه تو حیات خونه پادریک و بعد از این اتفاق دیگه هیچی مثل قبل نمیشه شوبان که از رفتارهای احمقانه برادرش رو کالم خسته شده به سرعت پیشنهاد کارشو قبول میکنه و برای همیشه اونجا رو ترک میکنه حالا پادریک علاوه بر دوستش به خاطر رفتارهای عجولانش خواهرش هم از دست داده الان تنها همدمش اولاقشه اولاقی که در طول فیلم میبینیم با اون مثل یه حیوان خونگی رفتار میکنه و خیلی دوستش داره و در نهایت همون انگوشتایی که خود پادریک باعث بریده شدن شده بود دلیل مرگ آخرین همدمش یعنی اولاقش میشه و توی صحنه عجیب و غریب و تراژدیک جسد رو تو خونه در آغوش میکشه آخرین سنگرش فرو میریزه و آخرین چیزی که باعث میشه تنها نباشه رو با دستای خودش به خاک میسپاره اینجاست که علاقه و دوست داشتن و سماجت تو راه برگردوندن دوستی که تو رو ترک کرده همه به حس خش و انتقام تبدیل میشه این حس منجر میشه به آتیز زدن خونه کالم در حالی که خود کالم هم تو خونه بود و پادریگ هیچ اهمیتی به این موضوع نداد ولی تنها نکته مثبتش اینجا بود که وجدان پادریگ هنوز به طور کامل نمرده و سگ بیگناه کالم رو نجات داد در نهایت این تقابل ها، این دوستی ها، این نفرت ها و آتیش زدن خونه کالم باعث میشه که آتیش خشم هر دو نفر فروکش کنه تو آخر قسم بانشی روستای اینشرین همونطور که کالم به پادریک گفته بود بدون سر و صدا و هیاهو و در کمال و آرامش مرگ و نابودی رو تماشا کرد بانشی به پادریک وعده دو تا مرگ رو داده بود که اگر بخوایم به صورت ظاهری نگاه کنیم میشه مرگ اولاقش و دامینیک ولی اگر بخوایم به صورت استعاری به قضیه نگاه کنیم اون هم خواهرش از دست داد هم دوستش و در نهایت تنها شد چهار شخصیت اصلی فیلم به بهترین شکل ایفای نقش کردند و سه تاشون تو آخر فیلم یک چیزی رو از دست دادن به جز آگاه ترینشون که شوبان بود و از اونجا دور شد و پیشرفت کرد کالم خونه و پنج انگشتش رو از دست داد سالی که اینجا مطرح میشه اینه که این کار منطقی بود آخه اون رویای ویالون زدن و آهنگسازی رو در سر داشت پس چجوری میتونه پنج تا از انگشتاش رو قطع کنه همونطور که قبلا گفتم کالم فقط ادعا داشت و با قطع کردن پنج تا انگشتش دنبال یه بهونه بود که زیر بار مسئولیت شونه خالی کنه چون که اون میدونست که هیچ وقت نمیتونه جاودان باشه دامینیک هم که با حرفهای نسنجیدهش همیشه باعث آزار و اذیت دیگران میشد آخرین شانسش رو برای دوست داشتن و دوست داشته شدن امتحان کرد شکست خورد و در نهایت هم جون خودش از دست داد و پدرش هم پسری از دست داد که تو طول عمرش ازش غافل بوده و تو تربیتش کمکاری کرده همه این نکته ها رو گفتم دلم نمیاد این نکته رو تو آخر ویدیو نگم ما تو طول فیلم شاهد شوخی‌های خیلی جالبی بودیم که همشون به خوبی جواب میدادن و تنز تلخی بودن برای شرایط اسفناک شرین. یکی از زیرکانه ترین تنزهای مکدونا در نقد کلیسا و این عقیده مذهبیون بود که خودشون از بقیه آدم ها و حیوان بالاتر میدونن و به خودشون این حق میدن که با اونا به عنوان موجودت ضعیفتر هر طور که میخوان رفتار کنن کالم که یه پلیس رو کتک زده و به طور ناخواسته اولاغ و کشته وقتی که پیش کشیش اعتراف میکنه که اولاغ و کشتم کشیش میگه مگه اونا اصلا مهمن و کالم میگه دقیقا مشکل از جایی شروع شد که جونه اولاغ برای خدا مهم نیست ولی کتک زدن یک پلیس فاسد براش مهمه نه. در نهایت باید گفت که فیلم The Banshees of Inisherin یه فیلم روانشناختی جامع و کامله که داستانه به که شروع میکنه به خوبی به پایان میرسونه و تقریبا به همه مسائل به خوبی میپردازه ممنون که تا انتهای این ویدیو با ما همراه بودید اگر ازش خوشتون اومد اونو لایک کنید و با سابسکرایب کردن کانال از ما حمایت کنید و تا درود دیگر بدرود